برای بررسی بیشتر همین موضوع همکارم اشکان صفایی از اورشلیم همراه ما شده. اشکان، از جزئیات حمله دیشب و واکنش‌ها در اسرائیل برامون بیشتر بگو لطفاً. خب من میخوام از آخرین واکنش ها شروع کنم که واکنش خود حوثی ها هست. در دو مصاحبه دو مقام گروه انصارالله که با رویترز و با الجزیره داشتن هم تهدید کردن و هم هشدار دادن. در مصاحبه با الجزیره یک مقام حوثی ها گفته که این گروه پاسخی شدید و مؤثر به گفته او به این حمله خواهند داد. البته او همزمان مدعی هم شده که حمله دیشب آمریکا نه هیچ تلفاتی داشته و نه هیچ خسارتی به جا گذاشته. از اون طرف در مصاحبه‌ای که با خبرگزاری رویترز داشته، سخنگوی انصارالله گفته که این حملات هیچ تأثیری روی توانایی حوثی‌ها برای ادامه حملاتش در دریای سرخ نخواهد داشت. باید گفت که این اظهارات در حالی داره انجام میشه که از اون طرف هم هشدارهای مقامات بین المللی به حوثی‌ها و حتی جمهوری اسلامی ادامه داره و هم در واقع ادامه فرستادن نیروها، مثلا اتحادیه اروپا میخواد نیرویی رو به اونجا بفرسته برای حفاظت از کشتیرانی بین المللی. از اون طرف وزیر دفاع بریتانیا هم یک مصاحبه‌ای داشته با تلگراف، در اونجا هشدار داده نه فقط به حوثی‌ها بلکه به جمهوری اسلامی هشدار داده، گفته که صبر دنیا داره، در واقع کاسه صبر جهان داره لبریز میشه و جمهوری اسلامی باید به این گروه‌های دست نشانده خودش از جمله حوثی‌ها در یمن، حزب الله در لبنان و همچنین گروه‌های دیگه در سوریه یا عراق و مناطق دیگه این منطقه بگه که دست بردارن از اقداماتشون و دیگه این در واقع حملات رو ادامه ندن. ممنونم از توضیحات اشکان صفایی، خبرنگار ایران اینترنشنال از اورشلیم.